سال 16 قبل از میلاد مسیح، هرود پادشاه کشور یهودیه به کمک ارتش روم بر اورشلیم مسلط شده، بر تخت سلطنت تکیه زده است. کابوس به دنیا آمدن مسیح موعود او را سخت به وحشت انداخته. تمامی اورشلیم نیز در تب و تاب تولد منجی یهود می‌سوزد و آشوب همه جا را فرا گرفته است. رهایش کنید، رهایش کنید، رهایش کنید. ساکت باشید مرد، راحت حرفت را بزن. بگو چرا اینجا جمع شدی؟ مسیحا، مسیحا، امشب شب ظهور اوست، شب ظهور منجی ما. خطو زبونی قوم یهود امشب به پایان میرسد. بنی اسرائیل قوم برگزیده خداست، هیچ وقت تن به خفت و زبونی نخواهیم داد. آرام باشید. چگونه آرام باشیم؟ حالان که ظهور منجی پایانی بر دردها و رنجهای ما. گوش کنید مردم، او همه قوم یهود را از این فقر و پریشانی نجات خواهد داد. سال هاست ما به همراه دیگر کاهنان در این معبد روز و شب را به انتظار ظهور مسیحا می گذرانیم. هر روز و شب نیایش می کنیم تا خداوند ظهور او را در زمان ما قرار دهد. حال من خودم به نمایندگی از سوی شما باز هم دعا خواهم کرد تا خداوند هرچه زودتر منجی یهود را به ما برساند. پس این بچه‌ای که در راه هست چه؟ هیجان شما بی مورد است. هیچ نشانه ای از تولد مسیح در دست نیست. این اتفاق علائم و نشانه های مخصوص دارد که اکنون هیچ کدام فراهم نیاید. هرگاه منجی ظهور کند ما کاهنان معبد سلیمان زودتر از همه مطلع خواهیم شد و شما زجر کشیدگان و مؤمنان را بشارت خواهیم داد. نگاه کنید جناب زجر، یا خودشان آخر او خواست خبر نداره چی شده. چه شده عموزاده؟ چه میخواستی بشود؟ دیگر آبرویی برای خاندان ما باقی نمانده. یعنی چه؟ یعنی اینکه با آن همه جار و جنجال پیامبری و پیشگوییتان واقعا که مردم را به بازی گرفته اید. زبان گزنده بگذار و سخن به درستی بگو. بهتر از خود این رسوایی را ببینید. دروغ، دروغ. جناب یاربهون صبر کنید، چه شده؟ جناب زکریا، جواب کین توزان و بدخواهان را چه خواهیم داد؟ با خود می گفتیم چه رنجی خواهد کشید زکریای پاک وقتی بفهمد فرزند عمران و حنا دختر است. به دنیا آمدن یک دختر برای هر خانواده یهود ننگ و پریشانی است. جناب زکریا، پس پیشگویی عمران چه می شود؟ با این فضاحت و ننگ چه کنیم؟ طبق رسم یهود بگویید حصیرهای خانه را بیاندازند و خود نیز تا مدتی از خانه خارج نشوید تا ننگ دختردار شدنتان فراموش شود. مراودت و رفت آمد با اطرافیان را قطع کنید تا خشم مردم جلیله بیش از این تحریک نشود. از رحمت پروردگار خورده میگیری؟ به فکر آبروی خاندانم. آخر شما بزرگ خاندان ابیا هستید.
پس خود جوابگوی مردم خواهم بود. بروید دیگر. دختر عمران سالم است حنا؟ خدا را شکر. بله. بی ارزا، خداوند به فریادتان برسد. مگر به شما نگفته بودم که از این مناطق مرزی شمالی باید به خوبی محافظت شود؟ ولی شما خوابتان برده بود. آنان شما را در محاصره خیش قرار داده و به این روز انداختند. به یک بار از بلندی های اطراف بر ما تاختند و ما را کاملا غافلگیر کردند. تعدادشان چند نفر بود؟ تعدادشان از ما بیش نبود، اما سخت می جنگیدند. شایعه تولد مسیح روحیه خاصی به آنان بخشیده بود. با قدرت و وحشیگری عجیبی مبارزه می کردند. از پیش برای رومیان پیکی فرستاده بودیم، اما از آنان خبری نشد. هرود کبیر، طبق توافق شما با امپراتور آگوستوس، لژن‌های تحت امر من نباید در این امور دخالت کنند. نگرانی دیشب من از افراطیون یهودی بی سبب نبود، اما جناب هرود با آن وقعی ننهادند. عرض کردم که شایعه تولد مسیحا برای ما مشکل آفرین خواهد شد. قربان، خبر خوشی دارم. طفل به دنیا آمده دختر است. خبری در رابطه با مسیحا آوردند؟ آری، او به دنیا آمده. پس به افراطیون و آشوبگران خبر برسانید آن مسیحایی که منتظرش بودند دختر از آب در آمد. برای همین نجات یافتید. دیگر رویتان را نبینم. بله قربان. ممنونیم قربان. ممنونیم قربان. بروید که امروز اقبال با شما بود. راستش را بخواهید، خود من هم از به دنیا آمدن چنین مسیحایی که قرار بود پادشاهی یهود را از من بگیرد به هراس افتاده بودم. چه ترس بیهوده ای. اصلا فکر نمی کردم، گمان نمی بردم که جانشین من یک زن باشد. خدایا تو را سپاس میگویم به خاطر نعمتی که به من ارزانی داشتی. فرزندی که نظر تو کرده بودم دختر به دنیا آمد. تو خود میدانی که قلبم از عشق به این فرزند آکنده است، اما من نظر خود را ادا میکنم. همه مردم شهر ما را ترد کردند و تنها گذاشتند. نمی دانم کاهنان معبد او را می پذیرند یا نه. من نام او را چنین نهادم، مریم. خدمت گذارید. مریم،
مریم. اینجایی؟ به چه نگاه میکنی؟ به آنجا. آن کو؟ از مادرم شنیدم که اورشلیم پشت آن کوه هست. آیا خدا مرا در آنجا میپذیرد؟ در کودکی شبی مردی را در خواب دیدم. از او پرسیدم تو کیستی؟ سر به زیر انداخت و با دست مرا به سکوت دعوت نمود. گفتم بد پرسیدم؟ گفت نه، پرسیدی و این پرسیدن عمر کودکیت را کوتاه می کند. اما برای رسیدن به ملکوت اعلی گاه باید کودک شد. پدر بزرگ، او را شناختید؟ آن مردی را که در خواب دیدید شناختید؟ بله، خودش گفت من مسیحا هستم. مسیحا؟ ای کاش من هم میتوانستم او را ببینم. این امکان ندارد. تا کنون سابقه نداشته که دختری به خدمت معبد درآید. هیچ زنی تا به حال به این مکان مقدس وارد نشده. عالی جنابان، توجه دارید که انجام نذر و گذاشتن کودکی در معبد برای خدمت به خدا امریست عادی که سالیان سال تکرار شده است. اما این بار کودک یک دختر است و ورود زنان به معبد حرام است. حرام، حرام، حرام. جناب زکریا همیشه جدایی دختران از پسران را گوشزد کردند. این هم راه حلی دارد. باید حجره جدای از دیگر کاهنان و خدمتگزاران برایش بسازیم. وای خدای من، یک دختر در معبد سلیمان؟ جناب یساکان اتاق می سازد؟ برای که؟ برای مریم. برای مریم؟ آن بالا؟ داوود هم کمکش می کند. بدون هیچ اجازه معبد را تغییر می دهد. می خواهد بالای حجره خودش مریم را مسکن دهد تا سرپرستی او را برای خود تثبیت کند. من مدرس این معبدم و مریم نیز شاگرد من خواهد بود. انباری کنار حجرم خالی است، میگویم برایش آماده کنند. جناب میخائیل، موضوع مکان اقامت مریم نیست، سرپرستی اوست. من خواهرزاده عمران هستم و طبعا به کفالت مریم محقترم. بیهوده بحث نکنید. اگر بحث فامیلی است که من هم فامیل او هستم. شما خوب میدانید که مریم هم مانند سایر خدمتگزاران معبد تحت سرپرستی من است. اجازه نمیدهم کسی جز من سرپرست او باشد. نه، این چنین نیست. تو سرپرست مریمی؟ تا
تمام بچه های خدمتگزار نزد من درس میخوانند. حالا که بالاجبار این دختر وارد معبد شده، تحت نظر من قرار میگیرد تا آموزشش را کامل کنم. مرده که چاق خرفت، بیش از حد حرف میزنی. بنشین! چرا زور میگویید؟ سن و سالتان درست، اما من یکی زیر بار زور نمیروم. آخر تو دیگر چه میگویی؟ دعوا نکنید، آرام باشید. بنشین، بنشینید. مگر من چه گفتم؟ کافیست آقایان، گوش کنید. مهم این نیست کدام یک از ما سرپرست مریم باشد، مهم این است سرپرستی مریم با زکریا نباشد. ببینید جناب زکریا، دوستان، کاهنان و خیشان شما حق دارند که بر سر سرپرستی او با هم مناقشه کنند. به چهار دلیل من باید متکفل امر او باشم. اول آنکه او در خانه من بزرگ شده. دوم آنکه با من مأنوس است. سوم آنکه مادرش او را به من سپرده است. و چهارم آنکه خداوند فرزندی به تو عطا نکرده است. خیر، چهارم این است که من قدر این در گرانبها را بیشتر از هر کسی می دانم. اولا مادرش او را به معبد سپرده، نه به تو. ثانیاً اون سوالفتی که تو می گویی نزد کودکان زود گذر است. جناب هیلل، من بر حق خودم پافشاری دارم. این همه جدل نکنی. مگر باور ندارید که مریم در پناه خدای معبد است؟ آری، درست است. طبق قوانین معبد در این گونه موارد برای رفع اختلاف عادلانه ترین راه این است که قرعه بکشیم. یهوه عادل، خود داوری کن از میان اینان که خویشاوندان مریم هستند، تو خود انتخاب فرما. قلم ها را به آب بیندازیم. هر قلمی که آخر از همه روانه شد، صاحب آن سرپرست مریم. کار ما بیهوده بود. خداوند تربیت مریم را همچنان بر دوش تو قرار داده است. من اعتراض دارم. من میگویم باید قرعه کشی را یک بار دیگر تکرار کنیم. خدمتگزار تو. میدانی که پدر ندارم، از مادرم هم جدا میشوم تا برای خدمت به نزد تو بیایم. خدایا به این کنیز خدمتگزارت نیرو عطا بفرما
تا دوری از مادرش را بتواند تحمل کند. به مادرم نیز قدرت عنایت بفرما تا این دوری را بپذیرد. مریم، از مادرت خداحافظی کن. نگاه کن، این مریم است، دختر عمران. او را به معبد آوردند. سلام بر شما. سلام. خوب زکریا، بالاخره کار خودت را کردی. این هم معبد.
چیزی نیست، کمی سرم گیج رفت. می روم کمی آب بیاورم. چه شده؟ چه شده هننا؟ چه شده؟ سلام مریم. سلام پدر بزرگ. به چه فکر میکنی مریم؟ من حساب کردم تا کنون 6 ماه و 17 روز است که به معبد آمدم. به تو خیلی سخت گذشته؟ خیر، اما هر روز که میگذرد تمام هوش و حواسم به این است که چه وقت مادرم به دیدارم می آید. اما روزها می گذرد و شبها می رسد و او نمی آید. غمی بر دلم افتاده و احساس عجیبی دارم. شما چرا گریه می کنید پدر بزرگ؟ من هم به یاد مادرم افتادم که او را خیلی دوست داشتم. روزی برای آوردن هیزم به جنگل رفته بودم. ناگهان غم سنگینی سینه‌ام را فشرد. مثل تو من هم دیدم در درونم احساس عجیبی دارم که نمیتوانم وصف کنم. در بازگشت دیدم عده‌ای جلوی خانه جمع شدند. از میان مردم به درون رفتم. مادرم در بستر آرمیده بود، چشمانش بسته بود مثل خواب، صورتش آرام آرام بر بستر قرار داشت، گویی یک بار درد و رنج زندگی او را ترک کرده بود. دستانم را به دور گردنش حلقه کردم، رویش را بوسیدم.
بیدار نشد. شما چیزی میخواهید به من بگویید پدر بزرگ؟ درباره مادر من هست. ممکن است مادر من هم حالا فهمیدم چرا به دیدارم نمی آمد. مریم کوچک و مظلوم من، خدایا مادرم را از دست دادم، او را به تو سپردم تا در پناه محبت و رحمت خود قرار دهی. مرا در تنهاییم رها نکن که سخت دل شکسته و غمگینم. که قرارداد استفاده صراف از بازار را تمدید کرده بودید، هر بیگانه که به اورشلیم می آید برای تبدیل پولش به شکل تنها با شما معامله می کند که شما هم از او 3 سکه بهره دریافت می کنید که 1 سکه آن به جیب شما باز می گردن. واقعا صرف نمی کند. آقایان، تازه شما کلیه وجوهات نظری مردم یهود و زائران معبد را هم دارید. حالا سربازان هرود آمدن و می گویند مالیات ها بالا رفت. خب مالیات هرود را بپردازید. باید بهره وام ها را افزایش دهید. سهم شما همان 1 سکه باقی خواهد. نرخ بهره را افزایش دهیم؟ این که خود ظلمی آشکار است. شلوغ می شود. مردم همین الان هم با مشکلات بسیاری مواجهند و روزگار به سختی می گذرانند. طغیان می کنند. از کی تا به حال نگران طغیان مردمی؟ اگر ما به فکر مردم نباشیم، پس چه کسی نگران مردم خواهد بود؟ جناب یساکارا چه شده؟ نمیخواستم ایشان را برنجانم. مرا ببخشید جناب یساکار. به خاطر شما نیست. این بیماری سالهاست که ایشان را عذاب میدهد. را ببخشید، این درد توان مرا گرفته. میگویند مریم دختر عمران کراماتی دارد، چرا به خدمت ایشان نمی روی؟ برای هر مریضی که دعا بخواند شفا پیدا می کند. اگر مریم می توانست پادرد خود را درمان می کرد تا
نلنگد. میدانید پادرد مریم از عبادات زیاد و ایستادن مدام بر سر نماز است. بیایید اینجا را تماشا کنید. بیشتر مردمی که به زیارت معبد می آیند در واقع طالب دیدار او هستند. شما خود ندانسته مبلغ او شده اید. از دست این مردم و خرافاتشان. این هم یک بازی و سرگرمی تازه است. به هر حال روزی مردم از دست مریم هم خسته خواهند شد. راه را تحمل کردم تا تو را ببینم. ای مریم مقدس به من رحم کن، پسر کوچکم بیمار است، طبیبان از شفای او عاجزند. طفلک دلبندم با مرگ فاصله چندانی ندارد، میخواستم لقمه نانی برای شفای او به من بدهی. من برای پسرت دعا میکنم. ای وای، مواظب باش عزیز دلم، این وضع قابل دوام نیست. تو سهمیه ی غذای روزانه خود را بین مردم تقسیم میکنی و خود روزه میگیری. بعضی از این زنها به دنبال شفای فرزندشان نیستند، بلکه از فشار گرسنگی به اینجا روی می آورند. نانی را که از تو می گیرند قوت روزانهشان است و به تو می گویند برای تبرک و شفاست. می دانم، اشکالی ندارد.
نیایش هستی؟ مزاحمت نمیشوم. دعایت را قطع نکن. انگور آن هم در این فصل؟ چه کسی اینها را برای مریم آورده؟ خیلی خوش آمدید. مدت ها بود که شما را ندیده بودم. گویی ما را فراموش کرده بودید. دل ما هم برای تو تنگ شده بود الیسابات. بهتر از کدورت های گذشته را کنار بگذاریم. آری، از اورشلیم برایم بگویید، از مریم برایم بگویید. او را میبینید؟ مریم؟ چرا از شوهر زکریا نمیپرسی؟ او که مریم را میبیند و مانند دخترش از او مواظبت میکند. شاید به خاطر این باشد که خود از نداشتن فرزند در رنج است. آری، حتما الیسابات نیز پریشان است. اینطور نیست الیسابات؟ البته تو هیچ وقت مادری نکرده ای و لذت مادر بودن را نچشیده ای، اما برای زکریا هم خیلی مشکل است. وقتی تو نتوانستی فرزندی بیاوری، حداقل میگذاشتی از دیگری فرزند بیاورد. میدانی که چقدر بچه میخواهد. چه بسایی بس خود زکریا باشد. ما که نمیدانیم خانم استر. ساکت باش گلدا. زکریای پیامبر که معیوب نمیشود. او اگر عیبی داشت خداوند انتخابش نمیکرد. عیب از الیسابات است. سلام جناب زکریا. سلام بر شما. سلام الیسابات. سلام. الیسابات چه شده؟ گریه میکنی؟ اتفاقی افتاده؟ نه، هیچ اتفاقی نه. پس چرا گریه میکنی؟ زنان گناهی ندارند. آنان به تحریک شوهرانشان اینچنین میکنند. دو سکه طلا هم بنویس برای. چرا؟ آخر چرا؟ شما از اعضای خانواده و از گوشت و پوست من هستید. چرا مرا این همه رنج میدهید؟ مگر من با شما چه کردم؟ برای شما عموزاده ها دلم می سوزد که هر سال از خدا دور و دورتر می شوید. بهترین سالهای عمر خود را در این تبعیدگاه مقدس با فتنه انگیزی به هدر دادید. رو کنید، بوی نای اتاق شیطان می آید. حنا مادر مریم را نیز با همین سخنان دل آزردید و قلبش را آتش زدید. مخالفت ها و عداوت های شما زندگی را برای من و الیسابات تلخ و غیر قابل تحمل کرده است. گناه ما چیست؟ اینکه فرزندی نداریم؟ ولی ما به اراده خداوند سر فرود آورده ایم. گوش کن زکریا. نه، سخنم را قطع نکنید. خوب گوش کنید عموزاده ها. پیوند خویشاوندی پس از این بیش از این میان ما پایدار نمی ماند. از شما پس از مرگم بر خانواده خود بیمناکم و شکایت شما را نزد خدای خود خواهم برد. صبر کن زکریا. حالا ما پیروان شیطانی؟ حالا ما قلب حنا را آتش زدیم؟ حالا ما نباید خود را خویشاوند تو بنامیم؟ مثل اینکه پیری هوش و حواست را مختل کرده زکریا. مگر تو نبودی که با اصرار مریم را به معبد آوردی و باعث مرگ مادرش در فراغ فرزند شدی؟ مگر تو نیستی که در شهر و در معبد مضحکه خاص و عامی
اما همچنان در ادعای پیامبریت پا می فشاری. اگر راست می گویی چرا صاحب فرزندی نمی شوی تا خاندانت ابتر نماند؟ همه می دانند که پس از مرگ کسی را نداری تا چراغ خانه‌ات را روشن نگه دارد. زکریا، تو تنها هستی، تنهای تنها. ناتان، میفهمی چه میگویی؟ از استاد قدیمت شرم نمی کنی؟ پیروان زکریا، به دفاع از او برخواسته ای؟ بگویید، اگر دروغ میگویم و زکریا وارثی دارد، بگویید. بگویید تا کمی بخندیم. خاموشی گزیدم و زخم زخیم زبارشان را به خون جگر خریدم. اینک طاقتم تاخ شده، تحمل این همه حجم را ندارم. حجتی برایم بفرست تا تسکینی به قلب سوختم شود. سلام مریم. سلام. مریم، به من بگو این میوه ها و این غذاها از کجاست؟ اینها چه کسی اینها را برای تو می آورد؟ اینها از جانب خداست. خداوند به هر که بخواهد بی حساب عطا می کند. بی حساب عطا می کند. بی حساب؟ پس چرا من این همه دیر فهمیدم و تو در کهن سالیم از زبان مریمت به من آموختی؟ چه بیچاره و مدهوش بودم که زودتر از سرچشمه رحمتت درخواست چنین عطایی نکردم. بی حساب، بی حساب.
آنگاه زکریا در محراب نماز ایستاد و گفت: پروردگارا، من پس از خود از عموزادگانم بیم دارم، اما تو بی حساب عطا می کنی به هر کس که بخواهی، پس به من فرزندی عطا کن که وارث من و دودمان یعقوب باشد و مورد رضای تو. پس فرشتگان او را ندا دادند که ای زکریا، تو را بشارت باد به فرزندی که نام او یحیی است، و خداوند پیش از این کسی را به نام او نیافریده است. فرزندی که کلمه خدا را که به زودی خواهد آمد تصدیق می کند. و زکریا گفت: پروردگارا، چگونه مرا فرزندی خواهد بود در این سن که پیری خشکیده‌ام و همسرم نازاست؟ فرمود: به فرمان خدا واقع شد آنچه که خواست، و هم او فرموده که این بر من آسان است، چنان که تو پیش از این نبودی و او تو را خلق کرد، و تو را بشارت باد به فرزندی که بزرگ و سرور قوم خیش خواهد بود و بسیار خیشتندار. خداوند به او حکمت خواهد داد در حالی که هنوز کودک است، و پیامبری از صالحین خواهد شد. زکریا عرضه داشت: خدایا، پس نشانی برایم قرار ده تا بر من بشارتی باشد. ندا آمد: نشان تو آن باشد که تا سه روز سخن گفتن نتوانی. معجزه؟ بله، معجزه است. خودت که الیسابت را دیده ای. معجزه است، معجزه. دیدید که وعده خدا در مورد او محقق شد؟ می گفتند او پیامبر خداست، اما کاهنان همیشه او را تحقیر می کردند. آخر از کجا می دانید همسر او حامل است؟ قابله ها معاینه‌اش کردند. الیسابت فرزندی در شکم دارد. در نظر داشتیم نام پدرش را روی طفل بگذاریم، اما زکریا که هنوز نمی توانست سخن بگوید، لوحی خواست و روی آن نوشت یحیی. گفتم در خاندان تو کسی چنین اسمی ندارد. ناگهان زبانش به سخن باز شد و شروع به ستایش خدا کرد، و زکریا گفت که خداوند او را به آمدن پسری مژده داده است. مانند ابراهیم که خداوند در پیری فرزندی به او عطا کرد. آری، اسم پسر را هم خود خدا به زکریا گفته است. نام فرزندش یحیی است. یحیی از حیات است، به معنی حیات دل، که او شهید خواهد شد و همیشه زنده و جاوید خواهد ماند. الیسابت، بیایید ببینیدش. یحیای عزیز را. یحیی، خدا را شکر. هرگز نمیتوانم سپاس این نعمت بزرگ را بگذارم. او یحیی است. او موعود بنی اسرائیل را خواهد دید و او را تصدیق خواهد کرد. آه، که چه چهره دلپذیر و آشنایی دارد. گویی سالهاست او را میشناسم. Thank you.
دارد می آید. سب کن دختر، کارت دارم. تو مریم هستی؟ مریم دختر عمران؟ میخواستم با تو صحبت کنم. من پریکلس، فرمانده لژیون های رومی، مستقر در یهودی هستم. حتما نام مرا شنیده ای. او هم همسرم سرافین است. منظور ما از آمدن به اینجا این است که دور از چشم مردم تو را ببینیم و از تو درخواستی داریم. اگر دخترمان را شفا دهی، من به تو 10 کیسه زر میدهم. 10 کیسه زر سیسترونی رومی، همش را به تو میدهم. 10 کیسه زر، مریم، میفهمی؟ پریکلس، میشود ساکت شوی؟ این چه طرز سخن گفتن است با او؟ چه دختر زیبایی، چه تبی دارد. از وقتی به دنیا آمد بیمار بود. پزشکان روم نیز کاری از پیش نبردند. حال که به اینجا آمده ایم و از اقوام و آشنایان دوریم، تنها امید من به زندگی اوست که مریضیش هر روز سختتر و سختتر می شود. چگونه بگویم؟ اگر او از دنیا برود، من نیز طاقت ماندن ندارم. سرافینا آوازه ای تو را شنیده بود و اصرار داشت. ما دیگر امید به هیچ کس و هیچ جایی نداریم، فقط تو، تو مریم. آیا به ما کمک میکنی؟ کاری از من بر نمی آید، متاسفم. گوش کن دختر، اگر سلامتی دخترم را برگردانی، بیشتر از آنچه گفتم به تو پول میدم. هرچه دارم به تو میدم. این یک بار را به ما ترحم کن. فقط این یک بار، برای یک خانوادگی غیر یهود. ببینید، کاری از من بر نمی آید. همه چیز به خواست و اراده خداوند پروردگار همه مردم جهان بستگی دارد. شفای همه ما در دست اوست. من تنها می توانم برای او دعا کنم. دعا می کنم، دعا می کنم. عشق تو به همسر و فرزندت تو را نجات خواهد داد. مریم، مریم، این پیام پروردگار توست. مریم، خداوند تو را برگزید و پاک گردانید و از میان همه زنان تو را برای امر بزرگ خیش اختیار نمود. مریم،
از دستورات پروردگارت اطاعت کن، برای او سجده کن و با نماز گزاران به نماز بایست. تو زمانی استاد شریعت ما بودی، حال چگونه میگویی اشکالی ندارد؟ اصلا بگو یهود صلاحیت اداره معبد سلیمان را ندارد. یک بار شریعت هارون و موسی را کنار گذاشته و خیال همه را راحت کنید، دیگر چه نیازی به مراسم نماز و قربانی است؟ از فردا اشتار خدای سیدونیان، کاموش خدای مواب و ملوک خدای فنیقیان را عبادت نماییم و به یک بار تمثال امپراتور را به قدس الاقداس برده به پرستش او بپردازیم. همینک باید تکلیف زکریا و مریم مشخص شود. پس حکم قطعیشان را در شورای سنهدرین روشن کنین تا دیگر کسی شریعت را اینچنین به بازی نگیرد. شریعت جایز نیست. پس خوب گوش کنید کاهنان معبد، هیچ به درون خود می نگرید تا ببینید چگونه احکام موسی و دستورات خدای موسی را نقض می کنید و آنگاه خود را حافظان شریعتش می نامید؟ به جز اجرای قربانی و روشن نگه داشتن آتش چه خیری از شما به مردم می رسد؟ مگر نه اینکه یهوه می گوید من رحمت و محبت را می پسندم نه قربانی را، و معرفت به خداوند را مایلم نه آتش نیاز را؟ اما چرا از رحمت و محبت چیزی در قلوبتان یافت نمی شود؟ خدا می گوید من از اعیاد شما نفرت و کراهت دارم و عطر محفلهای مقدستان را نخواهم بویید، آتش نیازها و هدایایتان را نخواهم پذیرفت و قربانیهای پربار شما را مایل نیستم بنگرم، بلکه مایلم انصاف چون آب جاری گردد و عدالت چون نهری که هرگز خشک نشود روان باشد. نخوانده اید در کتاب مقدس که میگوید
مگر روزه و عبادتی که من میپسندم این نیست که زنجیرهای ناحق را بکسلید و بندهای یوغ را باز کنید، مظلومان را آزاد سازید و رانده و دربند شدگان را در خانه خیش پذیرایی کنید. اگر برهنه‌ای را میبینید او را بپوشانید، نان خود را با گرسنگان تقسیم کنید و از کمک به خویشاوندان دریغ ننمایید. این کلمات را در کتاب اشعیای نبی خوانده اید، پس چرا عمل نمی کنید؟ جناب زکریا آیات مؤثری از تورات برای ما خواندند و نصایحی نمودند که از ایشان سپاسگزاریم. اینک من نیز پرسش‌هایی درباره حضور مریم در معبد به خصوص در قدس دارم که امیدوارم ایشان پاسخ بگویند. آیا میپذیرید که همواره در کتاب مقدس سخن از بنی اسرائیل یعنی پسران اسرائیل به میان آمده نه از دختران اسرائیل؟ اگر مقصود شما قوم و قبیله است که به پدر شناخته می شود، آیا می پذیرید که ارزش یک دختر باکره در نزد ما همان حقی است که پدر دریافت می کند و در حقیقت دختر خیش را به شوهر می فروشد و شوهر حق تملک او را دارد؟ نزد شما بله، ولی نزد پروردگار می دانید که مرد مجاز است هر قدر که ثروت او اجازه دهد همسر اختیار کند و یا از بازار کنیز و همخوابه ابتیا نماید. بله، اما تا چند این کار درست شما بهتر از هر کس می دانید که ورود زنان به صحنه کاهنان ممنوع است و ورود به صحن با مجازات مرگ روبروست و می دانید که زنان نه تنها در مراسم قربانی حق شرکت ندارند، حتی ناظر بر این مراسم هم نباید باشند. من درباره قربانی و مراسم بله در محبت آیاتی را تلاوت فرمودید. حال سوال من از شما این است، آیا از محدودیت هایی که در آیین یهود برای زنان وجود دارد اطلاع دارید یا خیر؟ اطلاع دارم. این آیین یهودی که شما دنبال می کنید همه این محدودیت ها را برای زنان ایجاد می کند، اما حقیقت آیین موسی برای زنان شخصیت بزرگی قائل است. شما خود بهتر می دانید مردان از تربیت آنان شخصیت می یابند. پس از این محدودیت ها اطلاع دارید. آیا شما به مریم دستور دادید که در مراسم نماز شرکت کند؟ خیر، من چون این اجازه‌ای به او ندادم. پس با اجازه چه کسی وارد قدس شد؟ صدایی شنیده که به او امر کرده نماز را با نمازگزاران بخواند. صدا؟ صدایی شنید. این صدایی که بوده؟ بگویید صدایی که بوده؟ وحی یا الهامی الهی بوده است. وحی منظورتان این است که خداوند به این دخترک دستور داده؟ بله. یعنی خداوند به این دخترک وحی کرده؟ بله بله بله. وای، پناه بر خدا. میدانی چه میگویید؟ شما بهتر است برای این ادعا دلیلی بیاورید تا ما بتوانیم داده. صبر کنید، صبر کنید جناب افرایی. آیا شما قبول دارید که این وحی صورت گرفته؟ یا این فقط ادعای مریم است؟ مریم همیشه راست میگوید و من حرف او را میپذیرم. آیا در این جمع تا کنون کسی دروغی از مریم شنیده؟ عجیب است. تا کنون ادعا می کردی که وحی الهی بر تو نازل می شود که ما به آن هم مشکوکیم. حال ادعای نزول وحی بر مریم را داری. همه ما می دانیم که تا کنون خداوند با هیچ زنی سخن نگفته. با هیچ زنی. خداوند همواره با مردان سخن گفته و بر مردان
به صورت بوته آتش و یا نمادی دیگر ظاهر گشته. این طور نیست؟ اگر هم خداوند میخواست در این معبد با کسی سخن بگوید، فکر نمی کنید با کاهن اعظم جناب هیلر و یا یکی از کاهنان بزرگ سخن میگفت؟ چه شده که خداوند فقط با مرگم سخن گفته؟ خداوند خود میداند چه میکند. همان گونه که میبینید هیچ عاقلی این حرفهای کفرآمیز را نمیپذیرد. اینک من زکریا بزرگ خاندان عبیه را فاقد صلاحیت مینامم. این پیرمرد یا دروغگوست یا دیوانه است و یا دخترکی او را سحر و جادو کرده و در اختیار خود گرفته است. حال من از شما کاهنان مؤمن و پرهیزکار معبد سلیمان بیپرسم، آیا ادعاهای گزاف آن دختر و این پیرمرد را درباره پیام الهی میپذیرید؟ آیا میپذیرید که از این پس زنان و همراه ما مردان در این معبد نماز گذارده خدا را پرستش کنن؟ آیا قبول دارید که زکریا و مریم را به خاطر ادعاهای کفرآمی و به دستهای خودشان که اساس دین ما را زیر سوال میبرد و اشد مجازات رسانید؟ باید مجازات شود. باید قبول دارید؟ ساکت، آرام باشید. مجازات. آرام شوید، زیاده روی نکنید. این حکم سنگینی است، نیاز به تأمل بیشتر دارد. لذا تصمیم گیری در این باره به جلسه بعدی سنهدرین موکول می شود. جلسه تمام است. جناب هیلر، من چاره‌ای نداشتم پدر بزرگ، این فرمان الهی بود. ولی کاهنان معبد، آنها از عبادت پروردگار بدورند، چگونه امر شد با آنان نماز بگذاری؟ وقتی وارد قدس شدم و در پشت سر کاهنان به نماز ایستادم، یک بار حجاب از پیش چشمانم برداشته شد. صفوف نورانی فرشتگان را دیدم که در انتظار ورودم بودند تا مراسمی را آغاز کنند. آنقدر زیبا بودند که نفسم به شماره افتاده بود. همه به استقبالم آمده به دورم حلقه زدند. ناگهان عطر دلپذیری فضا را پر کرد. از سمت راست قدس نور خیره کننده ای وارد شد. از میانه آن نور ندایی برخاست که نامم را در کنار نام سه زن دیگر به همگان اعلام می کرد. یکی از آن نامها که فرشتگان به آن مباهات می کردند نام بانوی بود که شنیدنش لرزه ای از شعف در من ایجاد کرد و یک بار تمام وجودم مملو از عشق به او شد. از سرچشمه این عشق آنچنان سیراب شدم که فرشتگان بی اختیار به من تعظیم کردند. پدر بزرگ، به من فکرش رو بکنید، به من. آنها مرا نیز مانند آنسه به شکیبایی بر سختی های پیش رویم فرا خواندند. سپس به همراه فرشتگان در مقابل قدس به نماز ایستادیم. چهار زن، شما همان چهار زن برگزیده عالمید. و آن بانو؟ به خود ببال مریم، او برترین زنان عالم، دختر پیامبر آخر الزمان است.
شما چهار زن مایه مباهات بهشت و بهشتیانید که عصمت و طهارت و تقوا از شما منشأ یافته است. آری، به خود ببال مریم. زحمات مرا به باد دادی پیرمرد. من او را به لبه پرتگاه مرگ رسانده بودم، چرا مداخله کردی؟ ببینید، خودمان را گول نزنیم، او به راستی پیامبر خداست. گوش کن، قوم یهود برترین نژاد روی زمین است. سیاست و ثروت دنیا باید از آن قوم ما باشد و من هر موجودی را، چه پیامبر باشد چه نباشد، اگر سد راه ببینم نابودش میکنم. این حرف اول و آخر من است. سنگ ها و جوی ها نیز در حال ستایش تو هستند. ای گل تنها، تو نیز از زیبایی او بهره گرفتی. مردی پرهیزکاری و از خدا می ترسی، به من آزاری نرسان. گفت از من نترس مریم، من جبرئیل فرستاده پروردگار تو هم تا پسری پاکیزه به تو عطا کنم. مریم گفت چگونه مرا فرزندی خواهد بود در حالی که تا کنون شویی نداشتم که مرا لمس کند و من پلیدکار نبودم؟ گفت پروردگار تو چنین است، فرموده این بر من آسان است، خداوند هرچه بخواهد می و چون چیزی را اراده کند می فرماید باش، پس می شود. بشارت باد بر تو کلمه ای از جانب خدا که نامش مسیح عیسی ابن مریم است و در دنیا و آخرت آبرومند است و از مقربین درگاه خدا. Oh.
مریم. مریم، بالاخره آمدی. چرا دیر کردی؟ نگرانم کردی. میدانی که الیساباد منتظر ماست. بیا وسایلت را جمع کن، باید برویم. هوا هم که تاریک شده. حالت خوش نیست؟ بیماری؟ به کجا می رویم؟ فعلا می رویم به جلیله. کاهنان می گویند زمان اقامتت در معبد به سر رسیده. بیش از این راضی نیستم که شما به خاطر من مورد آزار و اذیت قرار بگیرید و خجالت بکشید، چون که چه مریم؟ چرا باید به خاطر تو خجالت بکشیم؟ بگو چه شده؟ دیگر چرا گریه میکنی؟ دلم را به درد میآوری. دختر عزیزم گریه نکن. تو باعث شرم ما نیستی، باعث افتخار ما هستی. بیا برویم. من چیزی میخوایی بگویی؟ بگو. جناب زکریا صبر کنین قربان. ببخشین جناب زکریا، جناب یساکار دستور دادن که هیچ کس از معبد بدون اجازه خارج نشه. یساکار دستور داده؟ بله. شما از جناب هیلل دستور میگیرید یا یساکار؟ نمیدونم، فقط به من گفتن که از ورود و خروج افراد بدون اجازه ایشان جلوگیری کنم. سرپرست کاهنان جناب هیلل میباشد که منصوب هرود است. قربان، جناب هیلل را کنار گذاردن. ولی این خلاف قانون است. طبق قانون شما باید از ایشان دستور بگیرید. این طرز رفتار مریم امشب خیلی عجیب است. از وقتی که آمد او را زیر نظر گرفتم، به نظرم رسید که این را رفتنش شبیه زنان حامله است. ساکت باش، چرا پرت و پلا میگویی؟ مریم و حاملگی؟ این دختر چیزی شده که نمیخواهد بگوید. نه، چگونه به الیساباد و زکریا بگویم بچه‌ای در شکم دارم؟ آنها در مقابل عموزادگان و مردم چه جوابی خواهند داشت؟ نه، نمیتوانم. خدایا به این کنیز ناتوانت کمک کن تا این تنهایی و بی کسی را با یاد تو تحمل کند. اینها جوشانده هایی هستند که بر هر بیماری مؤثر واقع می شوند. بخورید قربان، بخورید. خب بگویید چه شده؟ پس چرا لال شدید؟ قربان، سه دانشمند ایرانی وارد شهر شده، میخواهند شما را ببینند. طبیب هستند؟ خیر، ستاره شناسند. ای کاش طبیب بودند. اینها دانشمندان و مغان کشور خویشند که به همراه کاروانی به اورشلیم آمدند. موقع ورود به مرز تقاضای شرفیابی به حضور شما را داشتند. بسیار خوب. بگویید پریکلس افسر رابط فرمانده روم نیز در جلسه حضور داشته باشد. ایرانیان دشمنان سرسخت رومیانند
و ممکن است رومیا فکر کنند بین ما و آنان سر و سری وجود دارد. خبری نشد؟ چی شده از زکریا؟ چرا مریم به خانه ما نیامده؟ آخر او کجا رفته؟ خدا بهتر می داند. اما مریم خطا نمی کند. او می خواست چیزی به من بگوید، اما گویی حیا کرد و سکوت اختیار نمود. آخر کجا می تواند رفته باشد؟ دیشب در آسمان ستاره دنبال داری دیده شده و اینک مریم. نمی دانم چه اتفاقی می خواهد بیفتد. خدایا کمکش کن. این ستاره پادشاه و منجی یهود است که از چند هزار سال پیش وعده ظهورش به جهانیان داده شده. محاسبات من قطعاً به ظهور مسیحا در نقطه تلاقی این صورت فلکی دلالت می کند. هر 2000 سال یک بار این ستاره دنبالدار در آسمان ظاهر می شود و هر بار نیز حادثه شگرفی در زمین رخ می دهد. هر 3 نفر ما به یک نتیجه واحد رسیده ایم. مسیحا پیامبری است که بیشتر کتب قدیمی ظهور او را همزمان با رؤیت این ستاره نوید دادند. ما ایرانیان که خود یکتا پرستیم و اهورا مزدا را پرستش می کنیم در انتظار مسیحای شماییم. او نبی خدا پرستان و مردم ستمدیده جهان خواهد بود. ما با خود هدایا و نذورات و صندوقهای محتوی روغن و ادویجات و عطرهای سرزمینمان را آورده ایم تا به این نوزاد مبارک تقدیم کنیم. پادشاه یهودیه. حالتون خوب نیست؟ نه. طبیب را خبر کنم؟ نه. پس شما در پی یافتن پادشاه یهودیه هستید؟ همینطور است. بله درست است. بله، پیدایش کنید این پادشاه را. دستور بدهید با اختیارات کامل یهودیه را بگردند و به هر کجا که میخواهند سفر کنند و کسی مانعشان نشود. امیدوارم که بتوانید این پادشاه را پیدا کرده و به ما نیز اطلاع دهید تا ما او را زیارت کرده به حمایت وی اقدام کنیم. ممنونیم آری جناب. اهورامزدا هرود بزرگ را در پناه خود سلامتی و دوام عمر عنایت فرماید. مگر اهورامزدای شما کاری صورت دهد؟ با اجازه. پریکلس. بله قربان. بهتر است که شما با چند سوار همراهشان باشید. به محض پیدا کردن این فرد، این پادشاه یهود، به من اطلاع دهید. نگذارید از چنگمان بگریزد. ببین پریکلس، امانش نده. این نوزد را بیاوید و فورم او را از میان بردارید. حامله است؟ حامله؟ میدانستم مریم روزی وسیله انتقام را خود در اختیارم قرار خواهد داد. دیدید که چگونه در دل شب از معبد گریختند؟ دیدید چگونه او را مخفی کردند؟ کاش در دستان ما بودند. من میدانستم چه مجازاتی در خور آنهاست.
پس معلوم شد که کاهنان این همه سال همیشه راست میگفتن. زنها زودتر میفهمند، چیزی را نمیتوان از آنها پنهان نمود. آنها تیزهوشند. به چه میخندی؟ میخندم به مردمی که روزها در معبد صف میکشیدند تا به نیت تبرک از او آب و نان بگیرند. حالا کاهنان بیچاره را به دوش کشیدند. افتضاح هست، افتضاح. چه آبروریزی، بایدم خود را از مردم مخفی کنم. دلیلی جز این هم نمیتواند باشه باشد. شما فکر میکنید دیگر میتواند به شهر برگردد؟ با چه رویی برگردد؟ مگر دیگر میتواند در چشمان مردم نگاه کند؟ چه اتفاقی افتاده زکریا؟ وسیع متولد شد. وسیع متولد شد. باشد بر تو کلمه پروردگار. از چه روی محزونی؟ گرسنه‌ای؟ تشنه‌ای؟ به زمین زیر پایت بنگر. خداوند برای تو چشمه‌ای جاری کرده است. می‌بینی که پروردگارت تو را فراموش نکرده است مریم. حال از آن بنوش و خود را سیراب کن. مریم، هنوز محزونی؟ نخل خشکیده پشت سرت را تکان بده تا برایت خرما بیافکند. میبینی خداوند برای تو خرمای تازه رویانیده است. بخور مریم و شادمان باش. تو باید مسیح را شیر بنوشانی. بیشتر بخور.
راه درازی در پیش داری، باید به اورشلیم بازگردی. اورشلیم با این بچه چگونه؟ آنان حرف مرا باور نخواهند کرد، به من تهمت میزنند. اما اگر پروردگارم چنین خواسته باشد، من کنیز و فرمانبردار اویم. وقتی به شهر بازگشتی، با هیچ کس سخن مگوی، هر کس را دیدی به او بفهمان که به امر خدا روزه سکوت گرفته ای. فرزندت به اذن خدا همه کارها را درست خواهد کرد. صبر کنید، صبر کنید، تحمل داشته باشید. عقبتر، عقبتر، بروید عقبتر، بگذارید مریم بیاید. ما خود را برای اجرای قانون الهی آماده کرده ایم. مریم، آنجا را ببینید، مریم با بچه آمده. خود اوست؟ آری. این همان است. مریم، پس مریم قدیسه برگشته، اما این بار تنها نیست. آیا این فرزند توست؟ چطور؟ نه، نه مریم، چرا این کار را کردی؟ همه ما به تو امید بسته بودیم. مریم، تو کار زشت و ناپسندی مرتکب شدی. تو گناهکاری مریم، گناهکار. چه میبینم مریم؟ چگونه باور کنم؟ باور کردنش مشکل نیست جناب هیلل. او همه مردم را ریاکارانه فریب داد، تظاهر به پاکی و خدمت نمود، اما اکنون چه میبینیم؟ او فرزندی در آغوش دارد، ثمره یک گناه را. وای بر قوم یهود. شرم بر تو باد. مریم، چه شده؟ تو کجا بودی؟ مریم، دختر عمران نبی. پدرت که مرد بدی نبود، مادرت هم که فاجره نبود. مریم، این سننگیز که به بار آورده ای. باید او را بسوزانیم. این مجازات دختر کاهنان است اگر مرتکب گناه شوند. باید او را سوزان. او را بسوزان. باید او را بسوزان. آتش را بسوزان. آتش، فقط آتش او را پاک می کند. مریم، حرف بزن، از خودت دفاع کن. حرف بزند؟ نمی بینید که چه به موقع روزه یه سکوت گرفته؟ البته هر کسی به جای او بود چون این کاری را می کرد. چیزی بگو مریم. تو ساکت باش زکریا. هر چقدر از این بیشتر اینها با او چه می کنند؟ اگر نگذاشته بودیم با جادوهایش مردم را بفریبد،
اینک کار به این آبرو ریزی و فضاحت نمی کشی. خدا رویت را سیاه کند، خدا روی همه تان را سیاه کند که این چنین بدون علم تهمت می زنید، آن هم به پاکترین زن روی زمین. خدا تو را رو سیاه گرداند که چنین رسوایی در بنی اسرائیل و معبد مقدس به راه انداختی. چرا چیزی نمیگویید جناب هیلل؟ شما هم در این رسوایی شریک هستید؟ آیا اینطور نیست؟ مریم و زکریا هرود سخت بیمار است. اگر مریم از این قائل نجات یافت او را از شهر دور کنید. نگهبانان همه جا مراقب است. بگو بگو روزت را بشکن. به امر چه کسی روزه گرفته ای که نمیتوانی برای نجات خیش سخن بگویی؟ بگو این ننگ چیست؟ یعنی چه؟ به چه اشاره میکنی؟ از او بپرسی؟ ما را به مسخره گرفته ای؟ این چه بازی جدیدی است؟ از ما میخواهد با این بچه سخن بگوید. گناه عقل از او زائل کرده. چگونه با بچه ای که در قنداق است سخن بگویی؟ میبینید کارمان به کجا کشیده است؟ از ما میخواهد با نوزادش هم سخن شد. پس معطل چه هستی؟ کاهنان بزرگ، عقلای شهر، خردمندان یهود، چرا این خواسته را اجابت نمی کنی؟ به راستی که این کار جرأت بسیار می طلبد. پس بگذارید من خود پیش قدم می شوم. آری، من از طرف همه شما که شاهد هستید با او سخن می گویم. بچه جان تو کیستی؟ خودت را برای اینجا و آنگاه طبر در آغوش مادر لب به سخن گشود و گفت: من عیسی مسیح بنده خدا هستم. خداوند به من کتاب آموخته و مرا نبوت داده است و هر جا که باشم برکت خدا همراه من است. او مرا به نماز و زکات امر کرده است تا هر وقت که زنده باشم، و من مأمورم که با مادر پاکم مهربانی کنم و جبار و تیره بخت نباشم. سلام بر من روزی که متولد شدم و روزی که از دنیا خواهم رفت و روزی که دوباره مبعوث خواهم شد.
بدین سان ما مریم و فرزندش را معجزه و آیتی برای مردم جهان قرار دادیم.